فرانس کافکا هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه هم نداشت. میگن یه دفعه حدوداً 40 ساله بود که در یکی از پارکای شهر برلین داشت قدم میزد که چشمش افتاد به دختر بچه ای که داشت گریه میکرد. کافکا رفته بود سمت دختره و از او پرسیده بود برای چی گریه میکنه، که متوجه شده بود که عروسکشو گم کرده. کافکا به همراه دختر بچه مدتی در پارک دنبال اون عروسک میگردن ولی پیدا نمیکنن. در نهایت کافکا به دختر بچه میگه اگر اشکالی نداره فردا دوباره با همدیگه بیاییم پارک و دنبالش بگردیم. دختر هم قبول میکنه و دیگه گریه نمیکنه. روز بعد کافکا برمیگرده به اون پارک و دختر بچه رو میبینه که منتظرش بوده و یه نامه میده به دختر بچه و میگه اینا عروسکت فرستاده. توی نامه نوشته شده بود که لطفاً گریه نکن، من برای دیدن دنیا رفتم سفر و از ماجراهای سفر برات حتما نامه مینویسم. به این ترتیب داستانی شروع شد که تا پایان عمر کافکا ادامه پیدا کرد. هر دفعه که کافکا اون دختر بچه رو میدید نامه هایی رو از اون عروسک براش میخوند که در مورد ماجراهای سفرش صحبت کرده بود. در نهایت کافکا در آخرین نامه‌ای که از طرف عروسک نوشته بود گفته بود که به زودی برمیگرده برلین. بعدم یه عروسک خرید و بهش هدیه داد. دختر بچه گفت این عروسک من نیست. ولی کافکا نامه دیگری که مثلا عروسک نوشته بود به دختره داد که توش نوشته شده بود این سفرها منو تغییر داد. دخترک هم عروسک رو بغل کرد و رفت و یک سال بعد از این ماجرا کافکا از دنیا رفت. سالها بعد وقتی که دخترک بزرگ شده بود در داخل عروسک یه نامه‌ای پیدا کرد که کافکا امضا کرده بود، که داخلش نوشته شده بود هر چیزی که دوستش دارید احتمالاً از دست میره ولی عشق به شیوه دیگری باز خواهد گشت.